در خدمت آقای مهدی اسراری هستیم، اسطوره رانندگی در استان کبک و بالتب در کانادا. آقای اسراری، چه اتفاقی افتاده که الان برخی از گواهینامه‌ها رو قبول نمی‌کنن، میگن جعلیه، گواهینامه اصله، چیه داستانش؟ خب سلام خدمت همه عزیزان. اول من فقط یه توضیح بدم تا وارد این بحث بشیم. اصولا سایت آپدیت شده، خودتون میدونین، برنامه به نام SAQ کلیک اومده. این سر کلیک در حقیقت توی استان کبک شهر مونترال نرم افزار جدیدی اومده برای دوستانی که پیار هستن و عزیزانی که غیر از پیار باید فرم مالیاتی داشته باشن، با این دوتا میتونن برن اون سر کلیک رو درست بکنن و وقتای نالج و همه چیز اونجا بگن. این واسه یه قسمت. عزیزانی که حالا دانشجو هم ورک پرمیت هستن، ویزاشون ورک پرمیته، این دوتا، اینا باید یه شماره تلفن هستش، 1-833 که تو گروه بالا پین کردم که حالا آدرس گروه هم میذارم، به اون صبح ساعت 8-8 زنگ بزنن که بهتون چیکار بکنه، وقت بده. باز الانی که الان هستیم یه فرمی گفتم، باید اول این فرمو پر بکنین. یعنی چی؟ یعنی کسا دوستانی که سکلیکو ندارن یه فرم هستش، بازم بالای گروه پین شده، این فرم نیازی به ملدی کارت هم نداره، یه فرم پر میکنیم، 20 روز کاری باید بهتون چیکار کنن؟ تماس بگیرن که آقا فلان تاریخ بیا اوپن فایل بکن. ولی بازم سرونم میبینی بعد 20 روز کاری تماس نمیگن، 2 ماه میشه، نشد زنگ بزنین، نشد حضوری برین. پنجشنبه جمعه هایی که تراکم کاریشون کمتره، ظهر به بعد برین، چون بعضی بچه‌ها من میبینم میان، چون همیشه اونجا هستی این کارو بکن. خب این تا اینجا پس همه رو گفتم. پس فقط ثبت نامه شد اصطلاحا. آره این ثبت، فقط مون ویزای توریستی. بابا ویزای توریستی دیگه گواهینامه کبک نمیده. پارسال دیگه نه. آره از یه سال چرا؟ خورده. چرا توریست مگه دل نداره؟ توریست مگه ماشین امریکایی نمیخواد برونه؟ خب توریست به خاطر اینی که شما میدونید سختگیرترین قوانین رانندگی در کانادا مخصوص کبک، مخصوصا همین شهر مونترال هستش که دیگه از علائمش خب خیلی زیاد آره، هستش. ماشاءالله. به خاطر دو واحد ریاضی پاس کردم. ریاضیت مهندسی پیش رفته. خب به خاطر اینکه کلی تصادف شد، اتفاقاتی که افتاده دیدن آقا اکثرا چیه، مال کسی هستن که همون ویزای ویزیتوری دارن و میان همون سبکی هم اینجا چی رانندگی میکنن، جلوش گرفتن آقا نمیدیم. الان اکثرا میرن استانای بغل، مثلا این بغل حساب کنیم از اینجا بری شهر کورنوال هستش، اتاوا هستش، میرن اونجا چیکار میکنن؟ توریستی میگیرن، میرن گواهینامه شونو میگیرن. مثلا گواهینامه G2 شونو میگیرن، بعدا میان اینجا حالا مدت رانندگی میکنن و بعد پروسه اکسچنجشو در حقیقت انجام میده. پس توریستا میتونه الان این راه حل هستش، برن این کارو بکنن. اینم از این. خب الان داستان این گواهینامه جدید ایران چیه؟ آها اینم یه بحثیه. خیلی خیلی ممنون از اینکه صحبتی کردی. ببین الان گواهینامه قبلی ایران یادتون باشه کارتی بود، اون بالاش یه دونه حالت سیم کارتی بود. خب آره این دستگاهاشون اونا رو میشناسه، یعنی دستگاه ردیابی که بفهمه اصلا این گواهینامه جعلی نیست. چون متاسفانه سالهای قبل خب عزیزان وقتی گواهینامه بعد دوره 1 ساله رو بیان بگذرونن، هزار خوردی هزینه شه، طرف متاسفانه میرفت گواهینامه جعلی میگفت ایران براش بزنن. و اینا بعدا دستگاهاش اینا شناسایی کرد که این گواهینامه چی هستش جعلی. حالا مخصوص مثلا یه تعداد کمی هست مثلا ایرانی، حالا ما نمیگیم، ولی مثلا خب دوستان افغانی هم به هر حال همینجوری این گواهینامه که میارن به این صورت هستش. و حالا دستگاه شناسایی کردش، پس به نام دستگاه رادیویی شناسایی. حالا جدید شده گواهینامه ایران که جدید شده 50-50 شده، یه سری رو جعلی شناسایی میکنه چون دیگه با اون کد چیزه نیستش، در سیم کارتی نیستش، دستگاه جدید شده. یه مشکلی ما اینجوری خوردیم، یعنی عملا یه سری عزیزان هستن که این موزه رو دارن، یعنی خاله. طرف اومده گواهینامه هم گرفته ایران. آره 20 سال اصلا گواهینامه آره. داشته الان چنج کرده، عوض کرده، اینجا به عنوان گواهینامه جعلی میشناسن اینا. من فکر کنم تنها راهش فقط برن با نمایندای شهرشون، چون اینا یعنی محل منطقه نماینده داره، اینا قدرتمندن، این موقع شما توی اینجا گیر میکنین یه مشکلاتی براشون میاد، کسی نمیتونه کاری براتون بکنه، نماینده های هر آریه مثلا کوتسنلوک شهر میدم شهربروک به اونو وقتی بزنی اینا قشنگتر میتونن برن دنبال قضیه. آره ولی یه چیز اینجا رو من پرانتز باز بکنم عزیزان، یه چیز رو من بگم، شما بعد از گواهینامه که از ایران میارن رو فرض کنید همون اصلی خودتون خب. که اینا مثلا اوکی باید 1 سالش رو بگذرونه بعد برین سک، نمیتونی بری الان گواهینامه 2 ماه پیش از ایران گرفتی بیاری اینجا
اینا میگن باید بری دوره یک سال چیزو بگذرونی، باید حداقل دو سال ما میگیم، ولی حداقل یک سالو باید چی گذشته باشه. بعد اینا میگن خب، بعضی هم ایرانی میگن خب اوکی، ما که سه ماه اومدیم اینو نگه میداریم، هفت ماه بعد میریم اپلای میکنیم برای SAQ، در حالی که نمیدونن لندشونو میدونن، لندشو میدونه، 6 ماه بیشتر زمان نداره. آره، یعنی سعی کنیم گواهی نامه، عزیزانی که ایران هستین، گواهی نامه که میخوایم بگیریم، مثلا من آقا دو سال یه برنامه‌ریزی پلنه دیگه، من دو سال دیگه میخوام بیام کانادا، و که گواهی نامه‌تون همونجا چی چنج بکن. این الان بحثی که شما گفتی، آره همینه بحث، اینه که الان گسین بارکد رو نمیشناسه، تا راه حلش هم همینی که بهتون گفتم، مثلا نماینده رو بعد بفرستن جلو اینا. الان کیسا همینجا باز مونده، در کنار این الان ما یه مورد دیگه هم داریم میرسیم بهش، میرسیم. اونو نمیخوام یه سورپرایز کنی بچه‌ها. دوستان عزیزم، خواهشن لطفاً یه سری مسائل رعایت کنید. اگر در گذشته دوستان خلافی میکردن، کار زشتی میکردن، اینو تکرار نکنید. میشه گفت تمام داستانا رو عزیزان بلدن و شناسایی میکنن و کار خودتون سخت میشه، ولی بلتب طبق صحبتی که داشتیم باید مراجعه کنید به اون نماینده محدوده زندگیتون که بتونن کار رو ببرن جلو. آره، این ایرادیه که هست و باید برطرف بشه. این هم به خاطر این سایت جدید که در حقیقت اومده و این نرم افزار جدید آپدیت شده، این شناسایی مقدار سخت شده. بله، مرسی آقای مهدی اسراری. عزیزان رفتن امتحان عملی رو دادن، پاس شدن، پس چرا گواهی نامه‌شون نمیگیرن؟ یه کاغذ دستشون، این گواهی نامه من نمیاد ظرف 7 روز بیاد. اون روز به من لبخند زد که 7 روز دیگه برات میاد. خب چرا واسه اینه نمیاد؟ آره، یه اتفاق جدیدی هم بازم سر نرم افزار جدید که اومده، متاسفانه مثلا ما داریم الان چندین شاگرد من هر اینجوری هستن، رفتم پولو پرداخت کنم، امتحان عملیشون قبول شدن، با خود من رفتم پرداخت بکنن، یه لایه از اون سایت دان شده، اینا نتونستن براش بزنن، بعد یه برگه فقط بهشون دادن که گفتن با این میتونی رانندگی بکنی، پلیس اگه اومد بهش مثلا چی نشون بده. الان 3 ماه شده گواهینامه نداره. 3 ماه الان گواهینامه. بعد من بارها سر این قضیه رفتم SAQ دور و SAQ این ریبورس رفتم صحبت کردم، گفتم آقا این اشخاص تنها نیستن، ما 200 مورد این شکلی داریم، این مشکل گاورمنت، پلیس هم جریمت کرد، اوکی میری دادگاه که میری میگه آقا این برگه رسمیه، این مشکل مال گاورمنت، مشکل من نیست. پس عزیزان حداقل صبر و تحمل بکنن، یه جوری این قضیه برای حل بشه. بازم شاید نماینده بتونن یه مقدار تو این قضیه کمک بکنن، چون این قضیه که میگم من فقط تو جامعه که ما داریم 200 تا درگیریم، چه ایرانی خارجی فرق نمیکنه. آره، ما چون برای با ملیت مختلف کار میکنیم، خارجی هم هستن. این سایت خب، یعنی یه زمانی ما 40 دقیقه پشت خط میموندیم، میگفتیم آخ بده فلانه، الان احساس میکنم بعد گذشته رو شکر بیشتر میکردیم. آره، از زمانی که این سایت الان اومده مخرب نیست کار ما راحت کنه، الان چی شد؟ واقعیتش اینه که نرم افزاری که بهشون دادن در حقیقت خب هزینه بسیار زیادم دادن. طراحی کانادایی ها؟ آره، مسئلهش اینه که نتونست این حجمو پوشش بده، اون سایت قبلی هم از بین رفت، همه اصلا ایرون رو سرگرمی شدن، روزی نیست که براتون این سایت اصلا درگیری و دعوا نباشه. آره، چون اصلا شلوغ شده یه چیزی، مثلا ما الان جدیدن با یه موزل دیگه باز جدیدن روبرو شدیم تو همین هفته گذشته، چون ما امروز که داریم صحبت اکتبر 2023 تو اکتبر 2023 هستیم، الان یه هفته گذشته صحبتی که شده الان تو کانال ما به شدت هست، این که به عزیزان وقتی که دارم میدم برای اوپن فایل گفتم برو مارچ و آپریل 2024 بیا، یعنی 6 ماه بعد بیا. خب آقا بعد گفتم اوکی، قبلا ما گفتیم 6 ماه رانندگی بکن، بعد کشیدنش تا آخر بگو نوامبر. خب الان قشنگ ایمیل زدن که آقا شما رانندگی بکنین تا یک سال، تا حساب اینا من پرانتز باز بکنم، قبلا 6 ماه بود ولی با گواینا بین المللی از زمان لندن، ولی گواینا بین المللی شما تا آخرش میتونید رانندگی. الان دیگه گفتن چون خیلی شلوغه، گفتن تا اون زمانی که چیز هستی مثلا مارچ و آپریل هم میتونی شما رانندگی کنی، فقط دوستان سعی کنن این چیزشو، حالا من تو گروه هم گذاشتم این متن انگلیسیشو، حتما همراهشون داشته باشن که اگه پلیس جرمی که بگیم ببینید خود SAQ اینو داده به ما که مثلا ما میتونی تا یک سال لندت. عجب داست، چرا ما شاکر نبودیم اون موقع که 45 دقیقه پشت خط وامیزید؟ آره الان یادم 2 ماه 3 ماه وقت میداد اون موقع.
تلفنی که وقتی رفتیم. آره مثلا دو ماه روالش از قدیم که اینجور مثلا زنگ می‌زدی میگه مشخصاتو می‌پرسید مثلا میگه آقا یه ماه دیگه بیا اوپن فایل کن بعد نالج امتحان میدادی بعد عملی هم که خیلی راحت میرفت هر دقیقه من برای بچه خودمون وقت میگرفتم چنج میکردم ولی الان عملا شده خود شخص باید این کار انجام بده. من این خاطره بگم اون موقع که زنگ میزدم بابت وقت قلق رو نداشتم ماهای اول مثلا ساعت 9 زنگ میزدم 50 دقیقه پشت خط بعد مشخصات هم میگرفت نام خانوادگی تاریخ تولد آدرس فلان بعد میگفت یه رقه واسم میگفت آخ چی الان وقت میده پوزش میخوام ما وقت فلان نداریم یه ما دیگه زنگ بزن بعد میگفتم برای چی مشخصات منو میگیری برای چی میگیری وقتی وقت نداری گفت ما باید اینا سیستم رو ثبت کنیم لطفا آروم باش بعد اینجا شرایطش بهتر خواهد شد و با لبخند منو خوشحاله که یعنی ما شاکر نبودیم الان ببین داستان چی شد. خیلی خب بسیار عالی. حالا اینجا من یه بحثی هم باز کنم. این سوال هم خیلی میپرسن. یه سوالی هم میگه آقا من ما اومدم اینا به فکر میکنم مثلا کسی که زبان بلد نیست میتونه مثلا خواهر و داداشش اینا با خودش ورداره ببره به عنوان مترجم. اینا من بارا توضیح دادم بازم اینجا توضیح بدم مطلبشون ببندم. ببین عزیزم شما وقتی زنگ میزنی اگه نیاز به مترجم داری همون اول باید بگی ما نیاز به مترجم داریم. یک دو وقتی تعدادتون به یک اندازه شد تو سیستم مثلا 30 نفر 40 نفر اونها یک مترجم فارسی زبان براتون چی میارن که اون روز امتحان بدین. اگر امتحانتون رو فیل بشین فرق نمیکنه چه فارسی باشه چه انگلیسی باشه چه فرانسه باشه شما 28 روز باید صبر بکنه امتحان عملیتون همینه افتادین 28 روز. ولی دوستانی که تو اونتاریو هستن مثلا میرن همین ویزای توریستی گفتم میتونن برن خارج از استان میرن مثلا شهر کرنوال که 58 دقیقه اولین شهر هستش میرن تو الان امتحانشون کلا فارسی یعنی میتونی زبان چیکار کنی فارسی نیاز به مترجم نیست قبل رد شد یه ساعت بعد بره امتحان جدی دوباره اینا که پدر مادر دارن که سنای بالا آفرین اینا قشنگ میرن همونجا این کارشون چه چیزی گواهینامه اونتاریو چه مدت میتونه تو اینجا رانندگی کنه ببین یه بحثی که اصلا گواهینامه نه ببین گواهینامه اونتاریو که بخوان اینجا ببین چه کار میکنن اینا این کارو میکنن که آدرس اونتاریو رو میدن آفرین باید لوکیشن و یه چیزی ارائه کنه که من تو آشنای مثلا یه سری رفیق دارم اونجا آدرس میدن و اینا اونجا میاد میگیرن و راهنمایی و خیلی هم پلیس اینجا کاری نداره. حالا برعکس این چی من با استان کبک هم چقدر میتونم تو آنتاریو رانندگی کنم اونم او استان کبک هم ببین شما قانون اینه که آره شما تا 6 ماه ولی قانون اینه که شما به محض این که مثلا رفتی جاتو اجاره کردی و خواستی بمونی آدرس. دیگه این آدرست عوض میشه اینجا یه چیزی داره که جابجا شدن دوستان استان به استان یعنی تمام پروساتون باید عوض بشه یعنی چی؟ یعنی رفتی جاتو عوض کردی اینو بگیر از ملدی کارت بگیر چال بنفیت بگیر نمیدونم کارتا بگیر لایسنس پلیتا بگیر بیمه نامه بگیر یعنی اصلا مثل ایران این تفکر بزنید استان اینجا ایالت عوض بکنید در حقیقت تمام این چیزاتون چی هست؟ حالا شما پس رفتی اونجا چیکار باید بکنی وقتی تایید کردی اون دیگه میشه 2 ماه تو در عرض کمتر 2 ماه باید چیکار کنی؟ تمام این گواهیناتو به درایور اسم درایور تست سنتره اونتاریو اونجا باید بعد دوباره منم باید تست رو اندکی بدم یا نه اینو میدم یه فولجی میگیرم فولجی فولجی نه اینم بحث جالبیه اگه گواهینامتون اونتاریو اینجوری زیر 2 سال باشه یعنی گواهینامه که بهتون زیاد بهتون جی تو میدن چون اونجا یه امتحان هایگوی داره جدا کنه ولی گواهینامه بیشتر از 2 سال بهتون چی؟ فولجی ممنونت هم خیلی ممنون تشکر این سوالاتی بود که خیلی عزیزان پرسیده بودن یه سری سوال خصوصی هم بود که من نصیحت دیگه نپرسیدم خیلی ممنونم تشکر موفق باشید